هم در حوزه محتوا هم در حوزه شعائر هر دوتا اهمیت داره. البته کار عمقی که اقناعیست، دوستان عزیز، چون من در جریانم فعالیت‌های خوبی در حوزه مجازی باشگاه افسران جنگ در کارهای دیگه دوستان میکنید، کلا پروپاگاند کردن یه مسئله به لحاظ در واقع اطلاع رسانی بد نیست. خود شعائر هم مهمه. شهید مطهری اصلا یک بحث خیلی خوبی دارن نوار و پیاده شده به نام شعائر اسلام، میگن همه اینا مهمه. اما ببینید شعائر یه مقدار نماده و پروپاگاند کردن او هم یه مقدار تاثیر داره. اون چیزی که به عهده ماست در موضوع نفوذ در حوزه فرهنگ و حوزه رسانه به اعتقاد من اقناعه. تو اقناع کم کار میکنیم، همیشه هم استدلال نیست. من اگه به جوانهای عزیزی که با غیرت تو حوزه فضای مجازی میان و میجنگن با دشمن و شمشیر میزنن عرض میکنم، خیلی جاها بحث ما بحث اقناعیست. اون طرفی که با شما شمشیر میزنه، او هرچی شما بهش بگی او که مسیرش بر نمیگرده. کسی که خودشو به خواب زده که بیدار نمیشه، اصلا مأموریت داره این کار رو بکنه. اون مأموریت داره یه حرفی بزنه که شما در مقابل حرفهای سطحی که میزنید در واقع به اهداف خودش برسه و شما رو وادار کنه به زدن یه حرفایی یا یک رفتار و مشکی خاص. اما جماعت عظیمی که دارن نگاه میکنن و میخوان استفاده بکنن، اونا نگاه میکنن به محتوا، نگاه میکنن به اقناع. من کمتر وقت اقناع روش داره، اخلاق میخواد، ادب میخواد، متانت میخواد، تواضع میخواد، گذشت میخواد، صبوری در مقابل اهانت میخواد، همون روشی که پیامبر اسلام داشت. همین جزئی اصلا میشه کسی رو دعوت کرده؟ ما همون روش رو داریم میگیم جلو. شما یه مطلب میذارید، طرف کامنت میذاره، تا وقتی که حرفش خیلی زشت نیست که در واقع بخواد در واقع اون فضا رو خیلی غیر اخلاقی کنه، اینا باید باشه، معلوم باشه حرف یه عده چیه. اون وقت اگر حرف حساب اینجاست و مخالفین حرفایی میزنن یا تولید میکنن، اون وقت باید پاسخ داده بشه. پاسخ هم باید از اهلش پرسید، یعنی گروه های کارکرده فکری که مدل داشته باشن برای هر موضوعی پاسخ مناسب داشته باشن. هر پاسخی برای هر جایی به درد نمیخوره.